خانه و موزه مقدم در تهران، زل شمالی خیابان خمینی، خیابان شهید هادی واقع شده و این اثر در تاریخ 20 آذر سال 1379 با شماره ثبت 2929 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به سفر رسیده است. موزه و خانه مقدم در آغاز امارتی بزرگ و مجلل و محل سکونت خاندان محمد تقیخان احتساب الملک از صاحب منصبان مشهور دربار قاجاریان و رئیس اداره احتسابیه تهران و وزیر مختار ایران در برن و سوئیس بود که بعدها در اختیار محسن مقدم استاد باستانشناسی دانشگاه تهران قرار می گیرد. او به همراه همسر فرانسویش در خانه پدری خود در تهران ساکن شد. محسن مقدم و همسرش سلما که کارمند کتابخانه و موزه ملی ایران بودند در کنار فعالیت‌های علمی آثار و اشیاء فراوانی را با هدف حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایران گردآوری کردند استاد مقدم بسیاری از آثار ارزشمند جمع‌آوری شده مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای سنتی تاریخی به نحو چشمگیری در جای جای این امارت قدیمی نصب و برخی دیگر مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاریخی و غیره را با نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری نگهداری نموده است. خانه احتساب الملک یکی از یادگارهای تهران قدیم است که اکنون به موزه تبدیل شده است. این خانه در سال 1351 از سوی محسن مقدم پسر احتساب الملک به دانشگاه تهران اهدا شد. استاد محسن مقدم در سال 1366 دار فانی را ودا کرد و پس از مرگ همسر ایشان در سال 1369 تولیت موزه مقدم در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار گرفت. مقدم از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و استاد ممتاز این دانشگاه بود. نشان دانشگاه تهران را که با الهام از تاریخ و فرهنگ کهن ایران طراحی کرده است علا رقم همه تحولات دهه های اخیر هنوز هم بر سردر دانشگاه باقی است او اولین ایرانی است که به دریافت نشان لژون با درجه افیسیه از طرف شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه مفتخر شده است اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید